در برنامه پیشین درباره این صحبت کردیم که روابط ایران و یونان همیشه دشمنانه نبوده و ایران و یونان تاثیر متقابل هم بر هم داشتن و خیلی اوقات چیزهایی هم از هم یاد گرفتن، به اصطلاح بدبستانهای فرهنگی هم پیش می اومد علاوه بر جنگ. بعد از اون درباره این صحبت کردیم که اندیشه زرتشتی بر اندیشه فلاسفه غرب، فلاسفه یونان که شاید هزار سال پس از زرتشت آمدن و فلسفه یونانی رو بنیان گذاشتن چی بوده و چه اندازه اساتید بزرگ مثل فیثاغورس و افلاطون در یونان باستان تأثیر گرفتن از اندیشه زرتشتی. و پس از اون اومدیم در این باره صحبت کردیم که افلاطون پایه‌گذار فلسفه غرب در نظرش اگر بگیریم تأثیر اندیشه زرتشتی هم داشته، چرا چیزی تحت عنوان مثلا دروغ مصلحت‌آمیز داشته، و بحث ما به اینجا خاتمه پیدا کرد. حالا من میخوام در برنامه امروز از دکتر جیسون جرجانی بپرسم درباره آیین مهر و روابطش با دین زرتشتی. این قسمت رو آغاز کنیم تا ادامه بحث رو در این مورد داشته باشیم. بفهمید آقای دکتر. خب میترا یا مهر نجات کننده بشریت و جهان پهلوان مزدایی اسناست. در ضمن خداوند اعتماد و قرارداد هم هست. من در آغاز سومین مقاله که در رایتان چاپ شده و میخواستم بگم که این آدرس اینترنتی رو عوضی گفتم دفعه پیش، writeon.net writeon.net این سری مقاله در مورد تاثیر فرهنگ ایران شهری بر اروپا چاپ شده. من در آغاز سومین مقاله این جمله محرک را به کار میبرم که زرتشت زرتشتی نبوده است. میترا هم در اوستا حضور داره، هم در کتیبه های هخامنشی و حتی در بیشتر نقش برجسته های ساسانیان. میترا و مادرش آناهیتا بیشتر وقت با همدیگر در صحنه های تاجگذاری حضور دارند و حتی در دهمین یشت اوستا اهورامزدا می فرماید که مهر را آفریده با همان ارزش پرستشی که خودش داره. اشکانیان که طبق معمول مهری معرفی میشند بدون شک به اورمزد و اهریمن هم باورمند بودند. اتفاقا بعضی از اونها مهر را به عنوان یک میانجی بین این دو نیرو میبینند. پس اینطور نیست که یک دین مهری وجود داره که از دین زرتشتی متمایز است. حتی انقلاب معنوی زرتشت هم میتوانیم در زمینه تاریخی و فرهنگیش، یعنی عین هندو ایرانی یا ودایی، این گونه تفسیر بکنیم که یک طرفدار خداوند مهر بر علیه پرستان ایندرا داره قیام میکنه. حالا نمیخوام زیاد وارد بحثهای پیشته فلسفه ادیان بشویم. نکته اصلی هم تنها این است که وقتی که میبینیم عین مهری یا به اصطلاح میترا پرستی در دوران امپراتوری روم و شاهنشاهی اشکانی از ایران به اروپا گسترش پیدا میکنه، این حقیقتاً یعنی گسترش عناصر از مزدای اسنا، آن عناصری که به طور مؤثر میتونه اندیشه ایران شهری را پیاده بکنه در محیطی که هنوز درش شرک و بت پرستی فراوان میباشد. خیلی جالبه. من میخواستم اینجا از شما بپرسم که گسترش دین یعنی آیین مهرپرستی در اروپا از چه مسیرهایی بود؟ از چه مسیرهایی اصلا افزایش پیدا کرد در اروپا و تأثیر این عناصر خرد ایران شهری در واقع بر فرهنگ غربی چگونه بوده؟ چی بوده؟ بیشتر نمادها و اسطوره‌های هسته‌ای مسیحیت اروپایی با کلیمی ها یا حضرت عیسای ابراهیمی هیچ ربطی نداره و از پرستش میترا باقی مانده است. مهر یعنی عشق و نور. او در تاریکی شب یلدا یا یول دی به دنیا میاد، یعنی بین دسامبر 24 روم و 25 میلادی.
زاده یک بانوی باکره است، یک باکره ناهید یا immaculate به قول رومی ها. این بانوی باکره هم یک جورایی با آب مقدس و غسل تعمید در آن مرتبط است. درخت بیخزان یا همیشه سبز مانند سرو یکی از نمادهای مهر بوده است، چون که از دوران گاتا و عین هندو ایرانی میترا به صفت مهر مراتع سبز ستایش میشه. مهر یک کلاه فرژی سرخ میپوشه و هم شنال سرخ با شلوار و پوتین. منظورم این است که هم سنت درخت یلدا یا یولدی که در ایران از بین رفت اما در اروپا بر جای ماند و هم طرح لباس و کلاه پاپا نوئل ریشه های مهری داره. مهریان با می نوشیدن و تیکه های نانی که بر رویش مهر یک صلیب در دایره می بود عین مشارکتی یعنی هولی کمیونیون جشن می گرفتند. نویسندگان ترسای نخستین قرنهای مسیحیت از این تشبیه ها و خیلی بیشتر از اینها آگاه بودند و برای خودشون این بهانه را درست کردند که شیطان چون تا حدی آینده را میتونه ببینه، چند سده پیش از میلاد مسیح اینجور چیزها را در قالب ستایش مهر پیاده کرد که در مردم شک ایجاد بکنه و از این سوی بکوشه که از پیروزی مسیح جلو بگیره. که البته این حرفا چرندی و مزخرفات قابل مسخره است. حقیقتش این هست که از عصر پادشاه اشکانی مهرداد نخست ایران دزدان دریایی سیلیسیان در مدیترانه را به عنوان یک نیروی دریایی ویژه پرچم دروغین به کار برد برای گسترش مهرپرستی از طریق خاندانهای با نفوذ به شهرستانهای بندری امپراتوری رومی. بسیاری از سرباز لیژونی های رومی هم که در طول جنگ های دراز مدتشون با اشکانیان با مهرپرستی آشنا شدند، از میل و علاقه به مهری تبدیل شدند. هر جایی که می رفتند در پهنای اروپای امپراتوری روم نزدیک پایگاهشون یک میترایوم می ساختند برای انجمن سریشون. یکی از علتهای محجوبیت این انجمنها فرهنگ شایسته سالاری درون آنها بوده است. در بازتاب ارزش‌های ایران شهری در خلوت این میترایوم‌ها درجه و احترام یک فرد بر اساس طبقه اجتماعی یا اقتصادیش نبود، بلکه بر اساس درجه روشنگریش بوده است. به قدر این باور مهری گسترش و پرنفوذ شد که از سر نگرانی برای امنیت ملی که مبادا دین دشمن بزرگ روم دین رسمی روم بشود، دولت رومی مسیحیت را شوربختانه به رسمیت شناخت. و اما یک مسیر دیگری هم بود برای نفوذ درازمدت‌تر مهرپرستی بر تمدن اروپایی. سرمتیان و ساکاها از اران یا کفکاز با گوت‌ها یک مهاجرت عظیمی انجام دادند که آنها را به ساحل بریتانیا و جنوب اسپانیا و فرانسه رساند. در جنوب اسپانیا علنی‌های اران که اکنون اوستین نامیده شدند اما هنوز خودشون را آیرونی می‌دانند، این علنی‌ها با گوت‌ها یک شهریاری متحد تشکیل دادند به نام گوت آلانیا که بعداً تلفظش تبدیل شد به کاتالونیا. ساکاها و سرمتیان به خصوص در اون سرزمین‌های اروپایی که با ژرمن‌ها آمیخته شدند، فرهنگ جوانمردی و پهلوانی ایران شهر را به اروپا صادر کردند. داستان‌های اشکانی مانند ویس و رامین مورد ترجمه فرهنگی قرار گرفت و به شکل تریستان اون ایزولد درآمد. همه نمادها و رسمهای اصلی فرهنگ جوانمردی به اصطلاح آرتوری ی اروپا
سابقه های پیشین داشته در فرهنگ ساکاها و سرمتیان که به اروپا مهاجرت کردند. اصلا شمشیری سفت کاشته در زمین یا بر یک سکوی سنگی را ستایش می کردند و زور آزمایی مقدس می داشتند که در اون یک سوار سعی می کرد این شمشیر را از زمین یا از سکوی در بیاره، که به این در فرهنگ اروپایی میگن sword in the stone. شواله های میزگرد، knights of the round table، شواله های میزگرد آزاد سواران ساکا و سرمت بودند که رهبرشون به این علت شاهنشاه نامیده میشد که هر یکی از آنها خودش را شاه میدانست، یعنی یک فرد آزاده میدانست. ملکه های سرمتیان آن نخستین زنان اروپایی زمیندار پرقدرت بودند که این شواله ها در خدمتشون بودند و نیز برای برنده شدن عشق آنان رندان شاعر رقابت می‌کردند. ادبیات عشق رمانتیک بین یک مرد و زن آزاده برخلاف سنت پیش از این دوران در اروپا سابقه نداشت و با احتمال با مهریان ارانی یا علنی وارد شد. خیلی این مبحث جالبه به خاطر اینکه دکتر جورجانی من یک سری مباحثی داشتم درباره ریشه اروپاییان که چگونه از همین سکاها مهاجرتشون به اروپا بود و ما چگونه واژه‌های ایرانی رو بر نام شهرهای بزرگ اروپا مثل لندن، همون لندن یا سرزمین آبگیر می‌دیدیم و همچنین ردپاشون که حتی تا سیسیلیا دیده میشه، در آلمان دیده میشه، مثل ساکسون های بالا و پایین که دارن و همون به اصطلاح اصلا خود واژه ساکسون به نام فرزندان سکا و همه اینها رو من یک مباحثی بود که با دکتر زرتشت ستوده در برنامه خودم در بسوی ایران شهر داشتم و الان که شما اینا رو اشاره میکنید خیلی بر من جالبه که کاش که همیهنان اون برنامه ها رو هم رکورد کرده بودم مثل همینا، چون اینا دقیقا اینه کلاس آموزشی دنبالدار براشون میشد و همه اینا یه جوری مباحث مرتبط به همه. خیلی خیلی بر من جالب بود. حالا آیا من میتونم از شما بپرسم درباره این که این دوره طلایی به اصطلاح اسلامی که در دانش و الان شما نسبت به اون بحث قبلی مبحث دیگه این رو نمیخواین اشاره کنید، من میتونم وارد پرسش بعدی بشم؟ تا پیش از اینکه یک مکسی بکنیم در بین این برنامه، فقط بعدن میتونیم این صحبتهایی در مورد روشنگری اروپایی رو بعد از اون در بخش دوم بپردازیم بهشون. می‌خواستم فقط به این اشاره بکنم که در مورد ساکاها و سرمتیان، به نظر من اگر به شاهنامه دقت بکنیم اینه که هخامنشیان حضور ندارن در شاهنامه و از عصر اشکانیان بخش تاریخی شناخته شاهنامه شروع میشه. فکر می‌کنم که این شاهنامه اصلا یک اسطوره ساکاست که از طریق مهاجرت اشکانیان وارد این منطقه هخامنشیان شد. یعنی ما نباید ساکاها و سرمتیان را کم بگیریم، اینا هم اقوام بسیار مهمی بودند برای میراث فرهنگی پارسی. بله بسیار مهم بودن، خیلی از دستاوردها، حالا من میگم در اون برنامه ها درباره خیلی از دستاوردهای همین اقوام سکا اصلا در نواحی که اینا زندگی میکردن، اون بالا سکا و پایین سکاها که پایین سکاها از سیستانی های امروز اون قسمت تلقی میشه و اون سکاهای بالا که تالش و اون طرفا رو در بر میگرفته، دستاوردهای خیلی بزرگی داشتن که ما در برنامه‌های پیشین در برنامه‌های بسویرانشان من در این باره صحبت کرده بودم با دکتر ستوده. خب خیلی خیلی جالبه، من میریم یک میان برنامه میبینیم برمیگردیم. من دوستم بپرسم در مورد این تاثیر علمی، تاثیر دانشی که ایران میتونه احتمالاً برقرار داشته باشه چی بوده. خیلی سپاسگزارم. میریم و برمیگردیم ادامه برنامه رو باهاتون می‌بینیم. خب
هم میهنان گرامی با بازگشتیم و ادامه بحث رو با دکتر جیسون جورجانی استاد فلسفه دانشگاه نیوجرسی ادامه میدیم در باره تاثیر اندیشه یا فرهنگ زرتشتی بود بر کلن اروپا. و ما در این قسمت برنامه میخوام از دکتر جورجانی در این باره بپرسم که این دوره طلایی که ما میگیم به اصطلاح دوره اسلامی در دانش و فناوری و اینا تأثیرش بر در واقع رنسانس اروپا خیلی مشهود بوده و ما میخوایم ببینیم این اصلا منشأش از کجا بوده، آیا اینم یک نمونه از فرهنگ ایرانی است در واقع بر رنسانس اروپا تأثیر گذاشته؟ بله، در آخرین مقاله این سریال بازگشت زرتشت که در writeon.net چاپ شده به این میپردازم که دوره طلایی به اصطلاح اسلامی که یک کاتالیزور رنسانس اروپایی بود ذاتاً با اسلام هیچ ربطی نداره، مگر اینکه شر و تعصب اسلامی پس از یک مدتی باعث جلوگیری از این نهضت شده باشه. اولا این نهضت روشنگرا در دوران ساسانیان شروع شد با پروژه برگردانی متون علمی یونانی در شهرهای مانند تیسفون و گند شاپور با دستور شاپور بزرگ و خسرو آنوشیروان. به خصوص در دوران آنوشیروان دادگر سزار جاستینیان در آخرین گام ترسایی کردن امپراتوری روم شرقی یا بیزانس اون چند تا دانشگاه‌هایی که باقی مانده بود را بست و همه سرشناس‌ترین دانشمندان اروپایی با دعوت خسرو و یا وزیرش بزرگ مهر به عنوان پناهنده به دربار ساسانیان آمدند. خسرو به آنها در گند شاپور و دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دیگر جایگاهی برای آموزش و پژوهش داد. عرب‌های مسلمان وقتی آمدن ایران با آتش زدن کتابخانه و تخریب دانشگاه‌های ساسانیان باعث سقوط این روشنگری ایرانی بودند. دست کم یک قرن طول کشید تا رهبران خلیفه درک کردن که به این شیوه وحشی نمیشه بر یک امپراتوری بزرگ فرمانروایی کرد. با استخدام کردن چند ایرانی مانند ابوسهل نوبختی در بغداد سعی کردند که قطعات روشنگری نارسمانده و قطع شده ساسانیان را سر هم بکنن و به این جنبش ادامه بدن. یک چیزی نزدیک 90% کاشفین این دوران طلایی به اصطلاح اسلامی ایرانی تبار بودند که شوربختانه کارشون در غرب به عنوان علم عربی معرفی میشه، به علتی که تصرف ایران توسط خلیفه آنها را مجبور کرد که به زبانی به غیر از زبان مادریشون بنویسند. البته نمیشه گفت که اینها در همون زبان نیمه وحشی نوشتن که عرب ها از صحرا با خودشون آورده بودن. اولین کاری که دانشمندان ایرانی در دوران خلیفه کردن این بود است که زبان عربی را بسیار تغییر دادن، هم از نظر دستور زبان و هم از نظر واژگان، که این زبان توانایی را داشته باشه برای بیان کردن مفهوم‌های پیچیده اندیشه کلاسیک یونانی یا پهلوی. یعنی در حقیقت آن زبان ادبیات کلاسیک عربی ساخته ایرانی تباران است. جالب این است که غربی‌ها هیچ وقت کارهای آیزک نیوتن یا رنه دکارت را به عنوان علم مسیحی معرفی نمی‌کنند، در این حالی که هم نیوتن و هم دکارت بنیادگرای ترسایی افراطی بودند. نیوتن به حکومت الهی بر اساس کهن‌ترین و غیر انسانی ترین قانون‌های تورا بود و دکارت جاسوس بود برای یسوعی‌ها و حتی در قتل عام‌های پروتستان‌ها توسط تفتش عقاید شرکت کرد. در همین حال ما کاشفین داشتیم مانند زاکاریا رازی یا عمر خیام که به هیچ دین الهام شده باور نداشتند و
در دانشگاه‌های غربی تا کنون در چهارچوب علم اسلامی معرفی میشن. این بسیار کاری زشت و منحرف است. حتی اون کاشفین ایرانی مانند بیرونی، سینا یا فارابی که زیر فشار سیاسی و اجتماعی اون زمان ظاهراً مسلمان بودند و تفکرشون را با یک نمای خارجی مسلمان پیاده می‌کنند، تنها تا همون حدی به اصطلاح مسلمان بودند که گالیلئو یا جوردانو برونو را میشه ترسایی نامید. و اگر کسی در غرب گالیلئو یا برونو را به عنوان کاشفین مسیحی توصیف بکنه، آن کس بی سواد حساب میشه و شاید هم مسخرش بکنن. خیلی اینم خیلی مبحث جالبی است، برای اینکه من خودم شخصا دیده بودم که خیلی از دانشمندان دیگه مثل زجاجی که یکی از بزرگترین در واقع مثل اینکه پزشکانی بوده در واقع، چون من چیزاییشو که خوندم درباره چشم و جراحی‌های چشم و اینا حتی در این حدم کار می‌کرده، و جالبه که مثلا زجاجی رو به عنوان اصلا به عنوان دانشمند ایرانی معرفی نمی‌کنن، به عنوان دانشمند اسلامی معرفی می‌کنن. و جالب‌تر اینه که وقتی شما پا می‌ذارید تو کشورهای عربی اصلا اینا رو به عنوان اعراب معرفی می‌کنن، نه که اینا نوشته‌هاشون بعضی‌هاش به زبان عربی بوده، البته اینا خیلی نوشته به زبان فارسی هم داشتن. من خودم شخصا دیدم که این نوشته از همین زجاجی رو برداشته بودن گذاشته بودن که به فارسی بود و نقاشی هایی که کشیده بود تمامش مثلا اشاراتی که کرده بود به قسمت های مختلف چشم، آناتومی چشم و اینا رو داشت توضیح میداد، همش به فارسی بود، ولی اینو برداشته بودن گذاشته بودن به عنوان دانشمند عرب. و حتی اینو میتونم بگم که صاحب هم شدن عرب تا یه حدود بسیار زیادی. دانشمندان ما رو الان در دنیا به عنوان دانشمندان عرب میشناسن، حتی نه دانشمند اسلامی، دیگه یک گام هم فراتر رفته و اینا جزء عرب میدونن. خیلی باعث تأسفه. خب حالا من یه پرسش دیگه میخوام بکنم، چون این برای خود منم خیلی جالب بود که اروپاییان معمولا تصویری که از زمان داشتن تصویرشون دایره ای بود، مثل آینه زوروانی بود. بعد چگونه اومد این اندیشه آینده نگر در فرهنگ اروپایی از اون دید دایره‌ای که نسبت به زمان داشتن، چگونه این وارد فرهنگ اروپایی شد؟ بله آرتمیس گرامی، اگر پستاب روشنگری علمی ساسانیان در دوران طلای به اصطلاح اسلامی و انعکاس آن در رنسانس ایتالیا سومین دوره زمانی تأثیر فرهنگی ایران شهر بر تمدن اروپا می باشد، پس یک چهارمین دوره هم وجود داره. یکی از شناخته ترین و اساسی ترین مفهوم های روشنگری اروپای مدرن، یعنی طرز تفکر قرن 18 و 19 در فرانسه و آلمان، آرمان پیشرفت تاریخی است. این باور به تکامل هوشیاری و آگاهی به سوی یک اجتماع آرمانی آینده که از هر اجتماع پیشین پیشرفته تر می باشد از کجا پدید می شود در اروپا؟ در ادبیات کلاسیک یونانی، همون جوری که شما اشاره کردید، در این ادبیات کلاسیک هم یونانی و هم رومی که رنسانس دوباره کشفش کرد، چنین دیدگاه وجود نداره. همه اقوام اروپایی، چه یونانی ها و رومی های متمدن، چه بربرهای آلمانی و ایرلندی و غیره، یک تصور دایره‌ای از زمانه داشتند. یعنی به دید آنها در طول زمانه وضعیت روانی و اجتماعی انسان مدام در حال کاهش است، از یک دوران طلایی به دوران نقره‌ای به دوران برنز و آخرش یک دوران کاملا فاسد آهنی که پس از فرو ریزش آن خدایان باز می‌گردند و دوران طلایی نوین پایه می‌ذارند. در کل جهان هند و اروپایی یا آریایی تبار، هند هم گرفته، تنها فرهنگی که از اول برعکس چنین اندیشه حقیقتا عقب مانده یک دیدگاه آینده نگار را داشت فرهنگ ایران شهری بود. پس آن را نمیتوانیم یک تصادف حساب بکنیم
که این دیدگاه آینده نگاری در آن زمان وارد اروپا شد که روشنفکرانی مانند ولتر، هگل و نیچه در طول پژوهش‌هایشان فرهنگ ایران باستان و به خصوص دیدگاه سپندمینویی زرتشت را کشف کردند. حتی نزدیکترین نمونه‌ای به این دیدگاه در فرهنگ باستانی اروپا فرقه پروموته، اهورای آتش دانش در دوران اسکلس تحت تاثیر هخامنشیان چیز قابل ارزش شد در یونان. از این روی وقتی گوته که حافظ را به عنوان خدای شعر میپرستد این فرقه را زنده میکنه در عصر مدرن به شکل روحیه فاوستی، فاوستین سپیرت، و روی نگرش آینده نگار و نوآورانه تاکید میکنه. این هم نمونه دیگر از تحت تاثیر فرهنگ ایران شهری در تمدن اروپایی است. خیلی خیلی مبحث جالبی است، درسته. بنابراین ما میبینیم که تاثیر آیین مهر بر فرهنگ اروپایی خیلی عمیق‌تره. بعضی اوقات من میبینم که بعضی از هم‌میهنان متاسفانه نمیدونم هم چه ریشه‌ای داره، اینم کار روانشناسانه باید روش بشه که چرا مردمی مانند مردم ایران اینقدر خودزنی میکنن. یعنی چرا ما عادت کردیم که هر آنچه که مربوط به جلال و شکوه و بزرگی و فر و عظمت ایران بوده رو به تمسخر بگیریم، یا اینکه من دقیقاً اینو دیدم بین یه سری از هم‌میهنان که وقتی که میای صحبت بکنی که راجع این که این ایرانی بوده، این آیین ایرانی بوده، این مثلا ریشه‌اش در ایرانه، چگونه همچین چیزی به اروپا منتقل شده و اینا، زود من میگم باز شروع شد که بگن همه چیز از ایران در اومده، اینم مال ما بوده، اونم اختراع ما بوده، اونم آیین ما. و من هرگز همچین چیزی رو در بین ملت‌های دیگه ندیدم، به خصوص در بین ملت‌های تاریخی بزرگ دیگه نمی‌بینید همچین چیزی. شما در بین یونانیان، در بین ایتالیایی‌ها نمی‌بینید یه ملت اینقدر خودزنی بکنن و اینقدر فرهنگ خودشون رو کوچیک کنن و داشته‌های خودشون رو نفی کنن، نهی کنن، اصلا منکر بشن. بله، در یک برنامه دیگه با شاهین گرامی من این رو گفته بودم که نیم فرهنگ اروپایی یا نیم تمدن اروپایی ریشه های ایرانی داره و همین راستی همین هم هست. اگر بینندگان فرصت داشته باشن این مقاله ها رو بخونن میبینن که این سخن چقدر با دلیل هست. ببینید، ایران یک فرهنگ نیست، ایران یک تمدن گسترده است. نمیشه ایران رو مثلا ایتالیا یا یونان یا فرانسه مقایسه کرد. ایران رو باید با کل اروپا مثلا مقایسه کرد. یک تمدن بسیار وسیع هست و فکر نمی کنم که هیچ تمدنی دیگه اونقدر اثر داشته روی فرهنگای گوناگون دور دنیا طوری که ایران داشته. یکی از نکات خیلی جالب دیگه اینه که شما در هیچ بین هیچ ملتی در جهان نمیبینید که نام کشورش در واقع سند و بنچاق داشته باشه، ولی ایران تنها کشوری است در جهان که نام اون قوم بر سرزمین نهاده شد و نامش در جایی از چند هزار سال پیش ثبت شد که شما در اوستا نام ایران رو میبینید ثبت شده و نام ایرانیان رو. و این نام ببینید چه تمدن بزرگی بوده که از 4000 سال پیش ثبت شده شما جایی دارید. شما بین هیچ کشوری نمیبینید، به خصوص حتی کشورهای اروپایی خیلی از اینا اصلا نامهاشون نامهای آریه ایست، اصلا نامهاشون نامهایی نیستش که نام اون ملت باشه، مثلا کشور روسیه که اصلا نام خودش اون نیست و مردمش اصلا خودشون رو کشور روسیه نمیدونستن. اینا نامهایی است که کشورهای دیگه و چیزهای دیگه به اونها میدن، مثلا سوئدی ها به روسیه این نام راشن رو دادن و روس نامیده شدن اینها. و این خیلی عجیبه که مردم اینها رو واقعا نمیدونن. مردم ایران متاسفانه خیلی از هم‌میهنان ما اینا رو نمیدونن و نمیخونن. من از همه هم‌میهنان تقاضا میکنم که مقاله های شما رو در روی رایت آن، مقاله های دکتر جیسون جورجانی رو حتما بخونین. وبسایت رایت آن وبسایت خیلی جدی است، یعنی مقاله هایی که روی اونجا هست شما میبینید خیلی مقاله های فرهنگی یا سیاسی یا خیلی وزین، مقاله هایی که
واقعا ریسرچ شده روش و حرف برای گفتن داره. 5 تا مقاله دکتر جورجانی در روی رایت آن بسیار بسیار جالبن، اینها به صورت دنباله دارن و تاثیر اندیشه زرتشت رو دارن نشون میدن و نام این مقاله ها اصلا به صورت سریالی، دکتر جورجانی خودتون بفرمایید نامش رو چی همیهنان سرچ کنن. The Return of Zarathustra. این زراتوسترا رو به کار بردم که برای اروپایی ها آشناتر از مثلا زوروستر هست از طریق افکار نیچه. بسیار این مقاله ها خوندنش هم راحته، چون من که میخوندم مثلا اونجوری نیست که 1% قابل توجهی از همیهنان حتی اونهایی که انگلیسی زبان نیستن یا در کشورهای غیر انگلیسی زبان زندگی میکنن، اینا قابل خوندنه و خیلی قابل فهمه. من پیشنهاد میکنم که همه همیهنان این مقاله ها رو بخونن و همچنین برنامه های این چنینی رو ریکورد کنید، حتما روی CD به سایرین برسونید، کسانی که احتمالاً نمیتونن اینها رو از طریق ماهواره ببینن. خیلی سپاس گذارم دکتر جورجانی. ادامه بحث شما چیزی هست که شما میخواین اضافه بکنین؟ فقط به ذهنم رسید وقتی که شما در مورد نام این ممالک صحبت میکردید که بیشتر اینها نامهای تصادفی هستند. نام ایران شهر نام مفهومی است، یعنی این مفهوم شهریاری آریایی برمیگرده به آن شتراوریا یا شهریوری در طرز تفکر زرتشت. این نام تصادفی نیست برای ملت ما. یک فلسفه سیاسی حتی در همون آرمان ایران شهر است. این نام آرمانی است برای یک ملت. چقدر جالب. خیلی ازتون سپاسگزارم دکتر جورجانی و خیلی از همه همیهنانی که به این برنامه توجه میکنن سپاسگزارم و امیدوارم شما رو در برنامه‌های دیگر زرتشت داشته باشیم و از دانسته‌های شما، دانش شما در این برنامه‌ها استفاده کنیم. خداوند سرد نگهدار بینندگان. خدا نگهدار.